سلام دوستان، من مهرداد هستم. به آشپزخونه مهرداد پز خوش اومدی. امروز میخواییم با همدیگه در مورد کارامل صحبت بکنیم که توی آشپزی کم کاربرد نداره. اصلا کارامل چیه؟ کارامل به شیره شکر سوخته میگن کارامل، که واسه ما اون طعم تلخ و شیرین رو ایجاد میکنه که فوق‌العاده طعم لذت بخشیه. تا آخر این ویدیو همراه من باش. مواد لازممون شکر با آب. دو مدل کارامل میخواییم درست بکنیم، کارامل عسلی با کارامل سیاه. کارامل سیاه رو بیشتر واسه رنگ استفاده میکنن و تلخیش خیلی بیشتره. حواستون باشه که زیاد بیشتر از چند قطره نباید استفاده کنید ازش، اون غذاتون رو یا اون به قول معروف دسرتون رو تلخ میکنه. حالا کارمون رو با کارامل عسلی شروع میکنیم. یک پیمانه من شکر دارم، حرارت گازو روی ملایم میذارم، ملایم رو به کم. خب یک پیمانه شکر رو میریزم داخل. برای کسایی که بار اولشون یا زیاد تسلط ندارن، از ظرف سفید نچسب استفاده بکنن که رنگ کارامل رو بتونن خوب تشخیص بدن. حالا اگه حرفه‌ای بشه میتونی از ظرف سیاه و اینا هم استفاده بکنی. یه خیلی کم آب اضافه میکنیم، خیلی کم بکنید، در این حد آب بهش اضافه میکنیم. اینو میذاریم روی حرارت با همین یه حالت لیسک، اینو همش میزنیم تا یواش یواش شروع میکنه آب بشه و به اون رنگ عسلی که ما میخوایم میرسه. تا اون موقع بهتون میگم باید چه کار بکنید که اون حالت سس کارامل رو بتونید درست بکنید. خب ببینید الان شروع کرده به جوشیدن. اینو هی با لیسکمون همش میزنیم تا به اون رنگی که مد نظرمون هست برسیم. بعد که به اون رنگ رسیدیم، واسه کارامل عسلی باید نصف پیمونه آب، یعنی یک پیمونه شکر نصف پیمونه آب تو این مرحله بهش اضافه کنیم و بذاریم چند تا قول بزنه. الان آقا یواش یواش داره رنگش میره رو به سمت اون عسلی بودنه. ببینید یواش یواش داره شروع میکنه به آب شدن. بعد یه خورده حوصله به خرج بدید. رنگش رو ببینید چه رنگ کاراملی بهمون داد. حالا این الان اینجا خوبه، فقط گفتم با یه دونه لیسک چیز بکنید که قشنگ باز بشه. بعد اینجا باید یه نصف پیمانه آب بهش اضافه کنید. فقط حواستون باشه که رو دست و بالتون نریزه، با احتیاط کامل، چون این داغ داغه. میتونید تا چند ماه هم حتی داخل یه ظرف شیشه‌ای نگرش دارید. الان این عالیه. حالا واسه کارامل سیاه این مرحله رو ما باید بیشتر ادامه بدیم تا کاملا دیگه دود بلند میشه از کاراملمون، که اون دیگه خیلی تلخیش بیشتره و میگم بیشتر برای رنگ از اون استفاده میکنن. نگاه کنید خیلی آهسته توش آب میریزم، فقط مراقب باش. نکنید اینه که اون کارامل ما رو شکل میده و درستش میکنه. اینو آروم آروم هم بزنید تا دوباره یه دست بشه و حل بشه. بعد دیگه سستون آماده است. این کارامل و رسپیش گیر نمیاد با این تکنیک درستش ها، که بتونید چند ماه نگرش دارید. خب نکنید الان این کارامل ما آماده است، فقط باید یه خورده قلیستر بشه. البته الان داغ داغا سرد بشم یه خورده خودشو میگیره. الان این نه، شاید یک دقیقه دیگه کار داره. ولی این اون کارامل درجه یکیه که میتونید رو انواع اقسام دسراتون، میتونید روی پنکیک ها به قول معروف، روی یه سری از حالت همون کارامل های پودری که بیرون میفروشن از این سس خودتون استفاده کنید. میتونید روی مثلا پاناکوتا استفاده بکنید. خیلی کاربرد داره و خیلی چیز خوشمزه و لذت بخشیه. رنگشو ببینید، ناکنه این همون رنگ عسلیه که
ما مد نظر ما هستش. خب حالا کارامل سیاه برعکس قبلی است، اون شکرش یک پیمانه بود، آب نصف پیمانه، این آب یک پیمانه است، شکر نصف پیمانه، این همون قبلی، منتها فقط بیشتر باید رنگ بگیره. از این رنگی که اینجا داریم تیره تره. اولش هم یه کوچولو بهش آب اضافه میکنیم. خب نگاه کنید، الان اینجا داریم به اون رنگ کارامل سیاه میرسیم. همینجوری هم که بهتون گفتم نگاه کنید دیگه دود ازش بلند میشه، شروع میکنه دود کردن. این از اون کارامل عسلی رقیق تره چون یه پیمونه آب داره، ولی اینجا که آبو دارید اضافه میکنید خیلی مراقب باشی، یواش یواش اضافه کنید آبو. گفتم اینو بیشتر به عنوان رنگ اضافه میکنم. اینو که اضافه کردی تون تون به همش میزنید تا یه دست بشه و کامل حل بشه. دوباره که به جوشیدن رسید دیگه یه دوتا قلب بخوره آماده است، میتونید بریزید و نگرش دارید. واسه انواع نوشیدنی ها میتونید توش استفاده بکنید، حالا هر مدل نوشیدنی، اون نوشیدنی هایی که خودتون میدونید میتونید توش طعم کاراملی با یه خورده طعم دود اضافه بکنید، با اون عصاره های بلوط و طعم دودی بلوط که فوق‌العاده میکنه کارو. نکنید رنگشو، این میشه کارامل سیاه. اینم از دو مدل کاراملمون. اگه با ویدیو حال کردی لایک رو بزن، شما هم برید سرچ کنید، یا اگه اطلاعاتی دارید در مورد کاراملا و موارد استفادهش تو کامنت ها برام بنویسید. یادت نره که جات اینجاست. مخلص.